در برنامه گفتگوهای سیاسی با مجید دارابگی هستید. سلام بر تو رفیق مجید دارابگی عزیز. درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون ما. مجید جان، روحانی خواهان اختیارات ویژه برای شرایط اضطراری کنونی شده، شرایطی که تا حد زیادی نشانه درماندگی رژیم و ناتوانی در انجام ساده ترین کارها و تضمین بودجه برای ادامه کاری دولته. این اختیارات ویژه چه هست و چرا این اختیارات ویژه در این شرایط خواسته میشه؟ در اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که دستپخت خبرگان رهبری است، رئیس جمهور اختیارات اندکی داره. اختیارات در ید رهبره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل قواست، فرماندهی نیروی انتظامیه. اختیار گزینش وزرای مهم از جمله وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و پست‌های حساس کشوری مثل رئیس قوه قضاییه و نابا و اینا را داره. رئیس جمهور اگرچه با انتخاب ظاهرا مردمه، اما رئیس جمهور هم بایستی از در واقع قیف شورای نگهبان، یعنی شورای نگهبان صلاحیت اسلامی و انقلابی اون را به بعد تأیید کنه و انتخاب بشه. اما این رئیس جمهور وقتی که انتخاب میشه، درست است که بودجه کشور در اختیارش رئیس کابینه است، اداره امور با اون به لحاظ بین المللی شخصیت اول اجرایی کشوره، اما قدرت یک جای دیگریه. رئیس مجلس را بایستی حتما رهبر تایید کنه. رئیس رادیو و تلویزیون، نهاد تبلیغاتی کشور، در دست رهبره. روزنامه‌های مهم صبح و عصر، یعنی دو روزنامه عصر کیهان و اطلاعات و روزنامه جمهوری اسلامی که روزانه منتشر میشه، صبح منتشر میشه، این سه تا روزنامه هم در واقع مسئولشان و مدیر مسئول و دبیر نشریاتشون از جانب خود رهبره. در نتیجه میبینیم رئیس جمهور اختیارات اندکی داره، اما همه مردم از رئیس جمهور انتظاراتی دارن. کمترین انتظارات این است که مردم میخوان در داخل جامعه نظمی برقرار بشه، حداقل زندگی برقرار بشه، به مردم آب و نانی برسه. خود روحانی الان از بلوف هایی که زده گفته ما به هم به 90% مردم گاز میدیم، یعنی گازی که از منابع کشور خارج میشه و امروز فروش نداره، اینها از مردم پول میگیرن، اما بنزین و نفت را که وارد میکنن به اندازه کافی در اختیار ندارن که به مردم بدن. خب وقتی میگن شرایط اضطراری، شرایط اضطراری چیه؟ جمهوری اسلامی در ظرف 40 سال گذشته زیاد حرف زده، زیاد تبلیغ کرده که ما صادرات چیکار میکنیم، ما صادرات چه نکردیم، به چه صادر کنیم، اما هنوز کشور متکی است به صادرات نفت و گاز و ارز ناشی از نفت و گاز. اینها پولی که به تجار میدن برای وارد کردن کالا، تجار محترم با ارز مساوی میگیرن، با ارز رسمی، ولی با نرخ روز میفروشن، یعنی 5000 یورو یا دلار میگیره برای 5000 تومان برای یک اورو میگیره، اما وقتی که کالاشو برگردون همین 5000 را میده به 17000 تومان. در نتیجه
قیمت ها روز به روز بالاتر میره، قیمت کالای وارداتی بالا میره، قیمت کالای بومی هم اگر وجود داشته باشه بالا میره. وقتی از شرایط اضطراری صحبت میشه، گام اول این است که دولت به اندازه کافی پول نداره که هزینه های جاری را بپردازه، پول نداره حقوق کارمنداش را پرداخت کنه و در نتیجه پول بدون پشتوانه چاپ میکنه. وقتی که پول بدون پشتوانه وارد بازار میشه، ارزش پول کم میشه، کالای وارداتی گرونتر میشه و میزان بیکاری مرتبا رو به افزایشه، چون وقتی که بسیاری از کارگاه ها، کارخونه های کوچک، وادهای تولیدی، اونهایی که کالای واسطه ای هستن، کالای مونتاژ، بخشیش از خارج وارد میشه. وقتی که از خارج وارد میشه، دیگه اون بخشی هم که در داخل تولید میشه کاربردی نداره. کاربرد وقتی داره قسمت هایی که از خارج میاد با قسمت هایی که از داخل هست مونتاژ بشه، به صورت کالای تمام، به صورت فرآورده کامل به بازار عرضه بشه. وقتی به بازار عرضه میشه، کارخونه میخوابه، تولید میخوابه، پولی نیست به کارگر و کارمند پرداخت کنم. این یک ورق از یک است. کمبود کالا خود به خود احتکار را پدید میاره. جنسی که امروز در بازار برابر 5 دلاره، پس فردا برابر 10 دلاره. به سود فروشنده هست که این کالا را هرچی بیشتر احتکار کنه. اونجا یه سرمایه موجوده، وقتی از دستش رفت بایستی همون کالایی را به قیمتی که فروخته گرونتر بخره تا باز بفروشه. در نتیجه ترجیح میده نفروشه، چون هرچی دیرتر بفروشه سود بیشتره. خب میگه اضطراری یعنی چی؟ اضطراری این است که دولت، خامنه ای گفته ما نه جنگ میکنیم نه گفتگو میکنیم. اولا گفتگو میکنم به خاطر اینکه وزیر امور خارجه عمان وارد تهران شده، گفتگو کرده، گفته اگر جنگ شروع بشه زود تمام نمیشه، تمام منطقه ویران میشه. دولت آلمان رسما اعلام کرد که در بین ایران و آمریکا وساطت میکنه، یعنی دورگردی هایی که ظریف کرده با این دورگردی ها یه عده ای رو وادار کرده که بیان میانجی بشن که قضیه به جایی برسه. دولت نمیتونه نفت بفروشه. تهدیدهایی که علیه آمریکا کرده اگر عملی کنه خطرناکه، اگر عملی نکنه باد و هواس. یعنی گفته اگر ما نفت نفروشیم نمیذاریم دیگری نفت بفروشه. خب اینا نمیتونن نفت بفروشن، ولی روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. اگر توسط حوتی ها دو تا موشکم به تاسیسات نفتی عربستان یا امارات زده، بعد از اون نتونسته تکرار کنه، چون آمریکایی‌ها گفتن واکنش شدید نشون میدیم. همین که گفتن واکنش شدید نشون میدیم، اینها دست نگه داشتن. خب شرایط اضطراری از اینجا شروع شده. پس طرف نمیتونه نفت بفروشه، تهدیدم کرده، تهدیدش هم برد نداشته. الان برای پرداخت حقوق کارمندان در موندن. سپاه پاسداران، رهبراش، مدیراش تحریم شدن و در نتیجه روحانی مجبور شده بگه ما شرکت‌های وابسته به سپاه را واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی. یعنی چی؟ یعنی در واقع تأسیساتی که امروز توسط سپاه می‌گردونه، و می‌دونیم سپاه همه مقاطع‌های دولتی را داره، هر جایی که دولت یک مقاطع داره سپاه این را تحویل گرفته، یا خودش می‌کنه یا میده به نمایندش، در واقع درصدی میگیره، دلالی میگیره و میده به شرکت های دیگه. خب آمریکا اومده این شرکت های وابسته به سپاه را تحریم کرده، به اینها کالای واسط نمیدن، به اینها جنس نمیدن، اینها تعطیل میشه. روحانی اومده گفته خب
آقای رهبر سید علی توافق کرده ما اینا را بدیم به بخش خصوصی. اصل بخش خصوصی است، بخش دولتی در برابر بخش خصوصی اعتباری نداره. به همه بخش دولتی توصیه میکنیم اول برن پشت بخش خصوصی. این یعنی چی؟ این همون استراری است که میگه که چون آمریکا و کشورهای غربی بخش دولتی که در کنترل سپاس اینها گرفتن تحریم کردن، ما اینها را واگذار کنیم به بخش خصوصی تا شاید از تله تحریم در بیاد. اما این درست به مصداق همونه گنجش رنگ کنی بلبل بفروشی. اونهایی که الان صاحب قضیه هستن وقتی خصوصی میشن همینا تحویل میگیرن. در اجرای اصل 44 قانون اساسی که گفته اقتصاد ایران دارای 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، بیش از 10 سال است که خامنه ای گفته این بخش دولتی را واگذار کنید. این بخش دولتی را تا به حال به کیا واگذار کردن؟ به خودیا واگذار کردن. یعنی بازم فرماندهای سپاه گرفتن، امنیتی ها گرفتن، روحانیون محور رهبری گرفتن و شخصیت هایی که دوربر دولت و روحانیت حاکمه. خب حالا اگر اینها رو هم خصوصی کنن چهره ها فرقی نمی کنه، همین آدم ها تحویل می گیرن. غربی ها هم حساب و کتاب دارن، طرف معامله دارن. تا وقتی که قطعی ندونن طرف معاملشون کیست معامله ای نمی کنن. در نتیجه شرایط اضطراری که اینها دنبالش هستن میتونه این شرایط اضطراری تنها درونی باشه، درونی باشه به این اعتبار که از میزان فشاری که به دولت هست کاسته بشه. خامنه ای میخواد از خودش سلب مسئولیت کنه، گفته من سر برجام صحبت داشتم. کجا صحبت داشتی؟ من بند برجام را آوردم به امضای خود خامنه ای رسوندم. در نتیجه این نیست که بگه من نیستم. الان هم میگه همه اختیارات با شما. همه اختیارات با اون نیست. اون که اختیار فرماندهی سپاه را نداره. اگر سپاه فردایی گلوله شلی کنه به یک کشتی آمریکایی، این که دست روحانی نبوده. فرمانده های سپاه را که روحانی انتخاب نکرده، وزیر اطلاعات و امنیت کشور را که روحانی انتخاب نمی کنه، یا روحانی حق دخالت ازش نداره. این است که اینها تعارفه، ولی اصل قضیه این است که اختلاف در درون شدیده. این اختلاف از قدیم می گفتن وقتی که اسب درشکه رو به سرابالی میره اسبا همدیگر را گاز میگیرن. حکومت به یک بنبستی رسیده که رهبران مجبورن همدیگر را گاز بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه بحران با گذشته فرق میکنه. اگر در زمان جنگ ایران و عراق کشور مشکلی داشت، اولا مشکل واردات کالا نداشت، مشکل فروش نفت نداشت. به قول زنگینه اینها نفت را بشکه 7 دلار میفروختن، ولی میفروختن. اما امروز نمیتونن نفت بفروشن. تعهد دادن روسیه در شمال بهشون گاز بده، در جنوب به جای روسیه گاز بفروشن. الان نمیتونن به جای روسیه هم گاز بفروشن در خلیج فارس، گاز وارد کشتی های کنن که نفت گاز مایع میبره. اینها در واقع درموندگی حکومت. ارتش آمریکا وارد دریای عربی و دریای عمان شده، ناو هواپیمابر به اونجا وارد شده، ناو هواپیمابری که چند روز پیش از کانال سوئز عبور کرد، از مدیترانه وارد اقیانوس هند و از اقیانوس هند وارد سواحل امارات عربی و عمان شده، به ایران دسترسی دارن. طبیعیه. این یعنی شرایط اضطراری، شرایطی که هر لحظه ممکن است تبدیل بشه به یک جنگی که پایانشو کسی نمیدونه چی میشه، که آیا
یک جنگ ضربتی چند روزه خواهد بود، چند ماهه خواهد بود، یا یک جنگ استهلاکی چند ساله؟ ما از شرایط اضطراری گفتید، یعنی شرایط اضطراری، یعنی شما به یه بخشش، بخش مسئله در واقع تا حد زیادی واگذاری نهادهای اقتصادی از سپاه به بخش خصوصی یا خصوصی سازی در واقع گفتید، ولی جای دیگری بسیار یعنی بر این نظرم که مسئله اختیارات ویژه اینه که نهادهای مثل مجلس اسلامی، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خصوصا اینها چه اختیاراتشون تا حد زیادی در یک نهادی جمع بشه که مثل دوره جنگ بتونن این در واقع از این اختیارات ویژه استفاده کنن و تا حد زیادی دولت بشه صاحب این قضایا. واقعیت اینه که این تا حدی میتونه به این ملوک توایفی شدن قدرت پایان بده. از طرف دیگه برخی بر این باورن مسئله اختیارات ویژه و شرایط اضطراری برای محدود کردن در واقع چیزهای مردمه، در واقع محدودیت هایی که میتونه حقوق شهروندان رو برای تظاهرات، اعتراض، اعتصاب، در واقع بیان نظر محدود کنه و از شرایط ویژه به اصطلاح جنگی که این در واقع روحانی خواسته یکی از چیزاش اینه که این محدودیت های بزرگ رو در واقع علیه شهروندان در واقع سازمان بده. نظر شما در این رابطه چیه؟ شهروند در ایران هنوز معنی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در اسلام حاکمیت از آن خداست. یعنی در کشور دموکراسی حاکمیت از آن ملته. در سوسیالیسم حاکمیت از آن نیروی کاره. در جمهوری اسلامی که خودش حکومت خدایی میدونه، قانون اساسی اصلیش قرآنه و در واقع اجماع فقها، شهروند معنی نداره. شهروند اونجا معنی داشته باشه که خودش سرنوشت خودش رو تعیین کنه، در یک انتخابات آزاد رهبریش انتخاب کنه، تظاهرات آزاد باشه، اجتماع آزاد باشه، حزب آزاد باشه. هیچ کدام از اینها در جمهوری اسلامی نبوده. اگرم هست یک چیز فرمالیته است، یعنی انتخابات ریاست جمهوری هست، مردم بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنن. در پایان عملا تفاوتی بین بد و بدتر وجود نداره. در شهرداری هم همین جوره، در نمایندگی مجلس هم همین جوره. وقتی که نگاه میکنی میبینی اون کسی که اصلاح طلب همون حرفی را میزنه، اون کسی که بنیادگراست، اون که میگه ما اصولگرا هستیم، هیچ اصولی نداره جز بی اصولی، اون کسی هم که میگه من اصلاح طلبم، هیچ ایده اصلاح طلبی نداره جز بی ایده بودن. یعنی چی؟ یعنی اصلاح طلبی که نخواد حکومت ولایت فقیه را پایین بکشه، اصلاح طلبی که نخواد حق شهروندی را تمام و کمال بده، چه اصلاح طلبی؟ این حتی از بورژوازی سده 17 انگلیس هم عقب مونده تره، از بورژوازی سده 18 فرانسه و آلمان هم عقب مونده تره. چرا؟ به خاطری که اونها ایده ای را داشتن، دست کم مهار پادشاه بود. اینجا الان سیاست مهار ولی فقیه را ندارن. خب چه اختیاری میتونن به رئیس جمهور بدن؟ رهبر کشور حاضر نیست هیچ یک از اختیاراتش کاسته بشه. چرا؟ به خاطری که قوه قضایی رو خودش به تنهایی میگردونه. رئیس قوه قضایی رو اون انتخاب میکنه که مطابق میل اون بگرده. هر قاضی رو که بخواد برکنار کنه، هر دادستانی رو که بخواد برکنار کنه، هر آدمی رو بخواد سر کار بذاره. خب چه میمونه؟ بینیم اختیار بیشه به این بدن که اختیار نیروی انتظامی با این باشه. اون هم نیست. چرا؟ به خاطری که سپاه نیرویی داره به اسم بسیج. همین فردا اگر بسیج را وارد کارزار کنه، میتونن رئیس جمهور را هم محاصره کنن. این است که
وقتی از این صحبت ها میشه بیشتر عوام فریبیه تا اینکه واقعیتی پشتش باشه. واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه ای تدوین شده که رئیس جمهور کشور اسلامی ایران به اندازه شهردار یک شهر متوسط یک کشور اروپایی اختیار نداره، یعنی اختیار شهردار میلان در ایتالیا، اختیار شهردار منچستر در انگلیس به مراتب از رئیس جمهور ایران بالاتره. اون در حد شهر اختیارات خودش داره، بعد نیروی انتظامی و امنیتیش فرمان روایی داره، اداره امور را در دستشه. این چنین چیزی هم نیست. اما این برای جوری جنسه. جوری جنس چیه؟ این در واقع تلاش کنم به شکلی هماهنگی ایجاد کنم بین ریاست جمهوری و نیروهایی که تحت کنترل رهبرن و اونها اوضاع را در هم نریزن. چرا؟ به خاطر اینکه مرتبا در ظرف 3 سال گذشته از جانب سپاه اومده که این دولت زائده، این دولت نقشی نداره، ما بهتر است که اصلا این دولت نداشته باشیم. حالا وقتی میگن اختیاراتی میشه، میگن این فرمایش ها دیگه فوتا بیاد، کسی نگه ما دولت نمیخوایم، بگیم دولت داریم، رئیس جمهور داریم، رئیس جمهور تابع رهبره، در خط رهبره، توان اداره کشور را در خط رهبری داره. در واقع اختیار ویژه‌ای که رئیس جمهور میتونه داشته باشه این است که پادو خوبی باشه برای رهبری و روحانیتی که بر محور رهبری در این کشور حکومت میکنن. چرا؟ به خاطری که قانونی که از مجلس عبور میکنه وارد شورای نگهبان میشه، وقتی هم از شورای نگهبان نتونه بگذره به مجمع مصلحت نظام رجوع میشه. مصلحت نظام هم مجمعی است که تمام افرادش رو شخص رهبر انتخاب کرده، یعنی تفاوتی بین گزینش مجمع مصلحت نظام و گزینش شورای قضایی در بنیاد وجود نداره. اون چه که اینجا وجود داره یک عوام فریبی بسیار عریانی است که در واقع بگن کشور ایران رئیس جمهور داره، رئیس جمهور انتخابی داره، این رئیس جمهور اختیاراتی داره که میتونه بیاد بشینه مذاکره کنه. چون اونوریا میگن ما غیر از رهبر با کسی مذاکره نمی کنیم. حرف اونا اینه، میگن مذاکره با خود خامنه ای. و برای خامنه ای هم 12 تا پیش شرط گذاشتن، گفتن این پیش شرط رو کاغذ، بیا رو این صحبت کنیم. نمیخوای؟ تحریم اقتصادی، تحریم اقتصادی ادامه داره. کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی هستن، اولا چین خودش به سبب درگیری هایی که امروز بر سر مسئله افزایش میزان و بمبگی بر کالای چینی و متقابلا افزایش عوارض بمبگی بر کالای آمریکایی درگیر، قضیه زیاد دنبال ایران نیست. روسیه هم اگرچه در مسئله سوریه با جمهوری اسلامی هماهنگی کرده، اما امروز به روشنی نشون داده که دنبال خط مستقیم خودشه. به همین دلیل هم به جمهوری اسلامی گفت ما توصیه میکنیم که شما از برجام بیرون نرید. معنیش این است که شما از برجام بیرون برید، ما با تحریم اروپا هماهنگیم. در طی مدت‌های گذشته از تعویل اسکات به 300 خودداری کرده، بعد از اسکات به 300 رو تعویل داده، چاشنی‌هاش تعویل نداده و معنیش این است که کم و بیش دو ابرقدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا و روسیه بر سر ایران وارد یک جنگ جهانی نخواهند شد. در نتیجه اونها بر سر جمهوری اسلامی معامله میکنن. وقتی هم معامله میکنن اون کسی که قربانی بشه جمهوری اسلامیه.
توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی اولین قربانیش ملت ایرانه، یعنی مردم الان گروگان جمهوری اسلامی هستند. بیش از 40 ساله که این نظام تروریستی بر کشور حاکمه و روز به روزم میزان فشارش رو تشدید میخواد بکنه. یعنی اگر قرار است به روحانی یک اختیارات ویژه بیشتری بدن که از جانب رهبر دامنه سرکوب را شدت کنه، مثلا اعتصابات کارگری، تعطیلات جلوگیری کنه، این هیچ معنی دیگری نداره جز این که بگیم یک حکومت نظامی سرتاسری دیگری روی وضعیت موجود برقرار کنم. و الا وقتی از شرایط ویژه صحبت میکنه، شرایط ویژه راحل ویژه داره. ما در رژیم شاهنشاهی دیدیم، در هر رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر دیگری دیدیم. وقتی میگن شرایط ویژه، یعنی شرایط سرکوب، تشدید سرکوب، افزایش میزان امنیت، شدت عمل در برابر خواستای مردم. شما در واقع به بندهای 12 ماده‌ای که دولت آمریکا در واقع به جمهوری اسلامی اعلام کرده اشاره کردید. در یکی از بندها مسئله صدور در واقع انقلابه، یعنی مداخلات انقلاب اسلامی، مداخلات جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه و یمن و کشورهای دیگه است، تقویت حزب الله و جهاد اسلامی و انصار الله و این به قول معروف جانوران اسلامی توی منطقه است. در واقع تا حد زیادی میشه گفت که این نفوذ جمهوری اسلامی از راه تقویت این نیروها تا حد زیادی حاصل شده، ولی آن چیزی که از روز اول هم با جنگ تا پیروزی از راه قدس کربلا میگذرد و امثال هم شد، مسئله صدور انقلاب اسلامی بود و در واقع هزینه های وحشتناکی که بر مردم ما تأمین شده. آن چیزی که حداقل در 40 ساله گذشته معلوم شد این بود که این مطلقاً صدور انقلاب ربطی به تقویت حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خودشون و بهبود اوضاعشون نداره. ارزیابی شما در واقع از این به اصطلاح صدور انقلاب چه هست؟ خصوصا ما شاهدیم که با توجه به این بستن همه راه‌های تنفس رژیم به لحاظ اقتصادی تا حد زیادی توان دولت حکومت اسلامی ایران در مداخله و تقویت این گروه ها تضعیف شده. تو این زمینه چه ارزیابی دارید از این به اصطلاح صدور انقلاب و هزینه هایی که بر مردم ایران در این 40 سال در واقع تحمیل شده و راه حل چه است؟ ببینید وقتی که نگاه میکنیم به سیر مسائلی که پشت سر گذاردیم، جمهوری اسلامی از روز اول میگفتن ما انقلابمون را به جهان صادر میکنیم. منظورشون از جهان کشورهایی بود که در اونجا نیروی اسلام شیعی وجود داره و در واقع اگرچه تعارف میکردن میگفتن برای ما مهم نیست که انقلاب اسلامی دست سنی ها باشه یا دست شیعیان باشه، اما آشکارا دروغ میگفتن. هر جا که صحبت از انقلاب میکردن نیروهای مسلمان شیعی مورد نظرشان بود. به همین دلیل مقدم بر هر جا جنگ در افغانستان جاری بود. در افغانستان 7 حزب اسلامی سنی تبار وجود داشت. جمهوری اسلامی اومد شیعیان اونجا رو هم جمع کرد و تحت دفتر منتظری در اون دوره شیعیان افغانستان رو هم جمع کردن و علیه اتحاد شوروی پیشین و دولت دموکراتیک افغانستان، شیعه ها هم که بیشتر از مردم هزاره بودن،
و امروز بخشی از اون نیروی نظامی گذشته و نسل بعد از اونها را به سوریه اعزام کردن تحت عنوان فاطمیه. چرا؟ به خاطر اینکه شیعیان هزاره از تباری هستند که شیعه هفت امامی هستند، فاطمی هستند، هفت امامی خودشون را به فاطمه میرسونن. در اون دوره این توسط نقیبی به نام ناصر خسرو قبادیانی در اون منطقه گسترش پیدا کرد و اینا امروز هم اسم رو گذاشتن لشکر فاطمیون یا در واقع تیپ فاطمیه که در سوریه برای جمهوری اسلامی می‌جنگن. همه جور زینبیه در پاکستان از شیعیان هست، ولی از همه مهمتر اینها از روز اول پیله کردن به دولت عراق و شیعیان عراق را پروبال دادن. دعایی که امروز هنوزم مسئول روزنامه اطلاعاته به عنوان سفیر خمینی در بغداد در سفارتخانه را به روی عوامل صدر شد و سفارتخانه ایران شد دستگاه تبلیغاتی محمد باقر صدر رهبر شیعیان عراق. و دلیل اصلی جنگ عراق با جمهوری اسلامی مداخله جویی جمهوری اسلامی بود برای تقویت شیعیان عراق که نسبتاً به تنهایی بیش از 40% جمعیت عراق را در بر می گرفتن و جمهوری اسلامی امید داشت به کمک این نیرو رژیم صدام را از پای بیندازد. خب همین برای ملت ایران، مردم ایران چقدر هزینه داشت؟ تشریح کردن سوریه را به پشت جبهه خود بکشونن. در نتیجه خط لوله که از خاک عراق وارد سوریه و لبنان می شد توسط سوریه بستن. درآمدی که سوریه داشت سالانه 2 میلیون بشکه نفت و بیش از 1 میلیارد دلار در ظرف 40 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی به سوریه پرداخت شده. چرا؟ چون سوریه به پشت جبهه جمهوری اسلامی مبدل شد و راه صدور نفت عراق را هنوزم بسته. مسئله لبنان اضافه شد. وجود سوریه برای حفظ حزب الله لبنان هم ضروری بود. اون هم هنوزم سالانه بیش از 800 میلیون دلار برای مردم ایران خرج داره که این پول را سپا میده از بودجه کشور ایران. خب جمهوری اسلامی بینم قرائت نکرده هزینه جنگی یمن را پرداخت میکنه، هزینه تروریست های عرب را در عربستان، در بحرین و در جاهای دیگه پرداخت میکنه. یعنی جمهوری اسلامی با صدور انقلابش یا بخونیم ارتجاعیت شیعه در جهان سالانه دست کم 5 میلیارد دلار از خزانه مردم ایران خرج صدور انقلاب میکنه. وقتی این رقم را جمع کنیم در طی 40 سال گذشته با یک حساب سر انگشتی با هر گونه تخفیف در این قضیه بیش از 150 میلیارد دلار پول مردم ایران به آب ریخته شده، دود شده، به هوا رفته. با این پول میتونست در کشور راه آهن ریل برقی 2 خطه در سراسر کشور ایجاد شد، میتونست در کشور صدها واحد تولیدی ایجاد شد، میتونست نظام صنعتی کشور، کشاورزی کشور را تقویت کنه. اما همه اینها خرج شده زیرا جمهوری اسلامی احساسش این است بدون بحران نمیتونه زندگی کنه. برای اینکه بحران را حفظ کنه بایستی بحران را از مرزها خارج کنه. بحران خارج از مرزهاست. نگاه میکنیم به سبب دخالت های جمهوری اسلامی اوضاع در عراق
هنوز بحرانی است، اوضاع در یمن بحرانی است، اوضاع در بحرین بحرانی است، اوضاع در خود عربستان به علت پشتیبانی جمهوری اسلامی از حوتی ها و شیعیان عربستان بحرانی است و همه جور در جاهای دیگر. وقتی اینا رو میبینیم جمهوری اسلامی تلاش کرده صحنه جنگ را از داخل کشور خودش به بیرون ببره و بهای اینکه ما در حال جنگیم در داخل سرکوب کنه، به هیچ یک از خواسته های قانونی و عادلانه مردم پاسخ نده. شما گفتین این یکی از یعنی اصلی ترین دلایل این بحران در عراق و اینها جمهوری اسلامی، زیاد من موافق نیستم. واقعیتش اینه که مسئله اشغال عراق مداخلات سلطه جویانه سعودی ها و در یمن، اونها حیات خلوت خودشون میدونن یمن رو، سال هاست یمنی ها رو اینا در ده ها بار روبیدن یمن رو، بمباران های وحشیانه که در یمن کرده در سعودی ها. آلمان نازی علیه به قول مرو کشورهای دیگه انجام نداد و در عراق کاری که آمریکایی‌ها کردند، 10 سال محاصره اقتصادی عراق و 500 هزار کودک و بعدش این بحرانی که بعد از این سالها به سبب اشغال به وجود اومد و مهمتر حضور بلا منازع یک ارتش اشغالگر صهیونیستی توی اسرائیل، توی فلسطین و مداخلات روزانش در لبنان و یمن و سوریه و اینها و بمباران ها. یعنی اینها در واقع دو ضلع ماجران، یعنی هرچند جمهوری اسلامی به عنوان ضلع دیگر ماجرا مسئله جنگ های مذهبی و فرقه‌ای دامن میزنه و میخواد جنگ شیعه و سنی رو به مساوی دو امپراتوری سنی و شیعه در مقابله و در رقابت با سعودی ها در واقع پیش ببره و هزینه هاش به قول شما 100% با شما موافقم مردم ایران میپردازن، ولی واقعیت اینه که این دو سویه ماجرا نمیتونه آدم بی توجه باشه بهش. یعنی سیاست گویانه و امپراتوریسم آمریکا و در کنارش زورگویی های اسرائیل، اشغالگریش، اینکه میخواد مرزش تا فرات گسترش بده. و روزی نبوده که فلسطینی رو نکشن، روزی نبوده که مردم فلسطین و عرب رو از حق تعیین سرنوشت خودشون محروم نکنن، روزی نیست که بمباران نکنن سوریه رو و حتی این گروه های داعش و گروه های مختلف رو اینها در واقع سازمان ندن و به جان مردم نندازن. یعنی اینا یک ماجران، این برم ما با یک عده تبهکار آدمخوار اسلامی رو برویم که کشور ما رو به گروگان گرفتن. وقتی که ما اون چی که مسئله امپریالیسم، مسئله انحصاری جمهوری اسلامی نیست، مبارزه جمهوری اسلامی با اسرائیل یا مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا به همون اندازه ارتجاعی است که آمریکا و اسرائیل. سرزمین فلسطین، همین جمهوری اسلامی، همین دولت سوریه، همه نیروهای مترقی فلسطینی را سرکوب کردن. همین خانواده اسد که متحد جمهوری اسلامی است با بمباران فلسطینی ها در لبنان کشتار اونها را انداخت، عامل اصلی بیرون راندن اونها پیش از اسرائیل خود دولت اسد بود. این که میگن یمن حیات خلوت عربستان با واقعیت تاریخی تطبیق نداره. اولا بخشی از یمن مستعمره انگلیس بوده تا سال 1968. اون بخشی یمن که مستقل شد هیچ موقع مستعمره و تحت نفوذ عربستان نبود، بلکه عربستان و رژیم شام رو گفتن رژیم مارکسیستی عدم تبلیغشون بود. یمن شمالی
تا وقتی که با ناصر می جنگید از پشتیبانی عربستان برخوردار بود، در یمن کودتا شد، کودتای علیه محمد بدر، کودتای جمهوری خواهان، عربستان رفت پشت ارتجاع محمد البدر، اگرچه محمد البدر شیعه و رهبر همین قوطی ها بود. این که میگن یمن صندوقخانه عربستان بوده، نه، یمن عربستان میخواست یمن همه جور بمونه، تضعیف بمونه، صاحب نفت نشه، شرکت های نفتی نرن اونجا سرمایه گذاری کنن، از اون ربع خالی که بخشش در یمن نفت بیرون بیارن، اون بخش یمنیش که تفاوت از بین دو جریان. نه خب امروز هم الان بخش جنوبی یمن، بخش جنوبی یمن که سکولارن، هم با عربستان مخالفن هم با شیعیان. این ماجرای یمنه. اما اون چی که دولت عراق رو به این روز انداخت، پیش از اون که میدان رو برای آمریکا باز کنه، 8 سال جنگ عراق با ایران پای امپریالیسم رو به منطقه باز کرد. دقیقا موافقم با شما. اونها از منطقه خارج شدن. انگلیس 1970 از خلیج فارس خارج شد. با حضور جمهوری اسلامی آمریکا دوباره به منطقه برگرده. این که ما میگیم هزینه صدور انقلاب را ما پرداخت کردیم به معنای تایید موضع اسرائیل یا آمریکا نیست، اما مبارزه جمهوری اسلامی با اسرائیل از نوع مبارزه اسرائیله. همه جور اسرائیل اونجا فلسطینی را میکوبه، جمهوری اسلامی در داخل کشور خودش کرده میکوبه، عربه میکوبه، آذری را میکوبه، بلوچه میکوبه، ترکمنه میکنه، کمونیست میکشه، سوسیالیست میکشه، مجاهد میکشه. یعنی تفاوتی بین ارتجاع اسلامی و ارتجاع صهیونیستی وجود نداره که یه عده فرصت طلبان آدم یا مؤسس بنی صدر پوز داده گفته عربستان و اسرائیل توطئه چیدن برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خودش موشک داده به یمنی ها، جمهوری اسلامی خودش موشک داده به جهادی ها. در جنگ هم. در جنگ و رقابت هم. یعنی این شیوه به یک شکلی وسط دو صندلی خوابیدن، هم به دار زدن هم به دیوار، یعنی نیش و نوش. آره اینم بده اونم بده. اول اینکه جمهوری اسلامی از کی اجازه گرفته میره تو سوریه دخالت میکنه؟ اون که آمریکاست، بالاخره سنایی داره، قدرتی داره، رئیس جمهور آزاد شده، انتخاب شده مردمه. جمهوری اسلامی از کی اجازه گرفته سالی 1 میلیارد میده به لبنان؟ حقیقت خود ایالات متحده هم از مردمش اجازه نگرفته در مداخله. حتی اگر مردمش هم اجازه بدن، این مداخله هم جنایتکارانه است، هم غیر قانونیه به لحاظ با وجود همه اینها. بیشتره که نباید آدم ما تایید کنه که اونجا باز انتخاب آزاده برای گزینش سناتورها، انتخاب آزاده برای پارلمان. همون پارلمان قانون تصویب کرده رئیس جمهور بدون تایید سنا اجازه تجاوز نداره. الان هنوزم سنای آمریکا به این اجازه جنگ نداده. اشتباه نکنیم، درجه‌ای که در اونجا هست یک کشور امپریالیستیه، ولی بین جنابندی های امپریالیستی نوعی اونها دموکراسی طبقاتی دارن. ما هیچی نداریم، عربستان هیچی نداره. یعنی اونجا اگر رئیس جمهور از سنا اجازه نگیره، همین تا به حال اقداماتی که خواستن در خلیج فارس بدن، اینا به رهبران کنگره گفتن. در جمهوری اسلامی اینجور نبوده. مردم نمیدونستن که جمهوری اسلامی چرا سالی 2 میلیارد پول به اسد میده. مردم نمیدونستن که سالی 800 میلیون به لبنان میده. تا وقتی که شیخ حسن گفت من ماهی 1360 دلار
از سپاه پاسداران میگیرن برای حقوق هم کافیه. یعنی حتی اینها این اطلاعات سوری رو هم به مردم ندادن. اون جایی که امپریالیسته ما از اون دفاع نمی کنیم. ما از منافع کارگران و زحمتکشان ایران دفاع میکنیم. میگیم ما جنگ اعراب و اسرائیل جنگ ما نیست. مسئله اسرائیل راحل جنگ نداره. راحل صلح داره. مسئله یمن راحل جنگ نداره. مسئله سوریه با سرکوب درست نمیشه. مسئله کردها در ایران، در کردستان عراق، در ترکیه، در سوریه با سرکوب درست نمیشه. مذاکره میخواد، گفتگوی صلح میخواد، مثل دو جناح متمدن بشینن سر میز مذاکرات، نمایندگان قانونی این کشورها، نمایندگان دموکراتشون بشینن راه حل مردمی پیدا کنن. برای فلسطین هم انتظار وجوده. این آخه انتظاری نیست. ما به خاطر همین طرفدار سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی یا حکومت اسلامی در ایران هستیم. میخوایم مردم به حق تعیین سرنوشت خودشون برسن. به خاطر همین میگیم وجود این حکومت هر ثانیه که ماندنش به مثابه یک در واقع هزینه‌های بزرگی بر مردم ایران و آینده مردمان ایران در واقع تحمیل میکنه و حق تعیین سرنوشت مردم ایران از ابتدای قدرت رسیدن این حکومت سلب شده. به خاطر این باید باش جنگی. ولی این چیز رقابت‌های منطقه‌ای، رقابت‌های منطقه‌ای یک رقابت‌های واقعیه. رقابت‌هایی که بین سعودی‌ها و رژیم ایران همواره بوده و این برای به اصطلاح هژمونی‌های منطقه‌ای دارن با گروه‌های نیابتی خودشون رو تقویت میکنن. این جنگ ها مطلقاً، یعنی این رقابت این جناح‌های مختلف مطلقاً ربطی به منافع مردمان هیچ کدوم، نه عربستان، نه عراق، نه ایران، نه سوریه، نه کردستان نداره. هیچ ربطی نداره. به این لحاظ ما میگیم این جنگ ها جنگ ما نیست. باید مردم از بورژوازی کشور خودشون، دولت های حاکم خودشون رو سرنگون کنن. 100% راه حل جنگ اعراب و اسرائیل یا جنگ اینها جنگ ما نیست، ولی جنگ حق تعیین سرنوشت مردمان فلسطین جنگ ماست. این جنگ ما باید پشتیبان مردم فلسطین، پشتیبان مردمانی باشیم که برای حق تعیین سرنوشت علیه اشغال و سلطه مبارزه میکنن. این چیزی، یعنی حمایت ها و برادری و خواهری و همبستگی های بین المللی مگه میشه از یک انسان سلب کرد؟ به این لحاظ یعنی این موقعیت رو چه باید شناخت. در هر حال ممنون و سپاس از تو رفیق مجید گرامی. نکته آخری رو بگین، ممنون میشم چون متاسفانه وقت اندک است. برقرار باشید تا برنامه آید.